بیننده های گرامی و بخش اخیر برنامه خوش آمدین. و در این بخش برنامه مصاحبه داریم با جناب استاد فضل رحیم رحیمی، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل، در موضوع نقش حماس در قضیه فلسطین، که انشالله بیشتر در موضوع صحبت خواهیم کرد. استاد خوش آمدین. سلامت دوست. استاد، از اینجا آغاز میکنیم که جنبش مقاومت اسلامی حماس چه نقشی در قضیه فلسطین دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين ولا قوة للمتقين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العظيم. بار سلام خدمت شما و همه بینندگان شبکه تلویزیونی هلال. مسئله سوالی که شما مطرح کردین، چگونگی بیدارگری و آزادی، جنبش های آزادی بخش فلسطین، از قضایای امروزی نبوده بلکه ریشه تاریخی 80 ساله و 70 ساله در تاریخ فرهنگ فلسطین دارد. بدون شک مسئله فلسطین از جمله مشترکات تمام امت اسلامی محسوب می شود و قضیه مشترک همه امت های اسلامی است که همه به این توافق دارند، چه از لحاظ دینی و چه از لحاظ سیاسی و جغرافیایی. مسئله ای است که چگونگی قضیه کشور فلسطین یک مسئله مقطعی و زمانی نبوده و تنها اختلافات جغرافیایی و اختلافات نژادی نیست، بلکه مسئله تاریخی است، مسئله جغرافیایی است و مسئله دینی و برخوردهای تمدنی چند هزار ساله است که ملت فلسطین با دشمن غاصب تحمیلی به نام یهود روبرو است. استاد، روابط میان حماس و جریان جهانی خون المسلمین چگونه است؟ جنیان جماعت جهانی اخوان المسلمین از جمله جماعت های تاثیرگذار در سطح کشورهای اسلامی محسوب می شود که حماس جزء شاخه آن می باشد. در واقع حماس بخشی از فرایند جریان اسلامی در فلسطین است که تاریخ از او برمی گردد و از دهه 40 به او طرف به اصطلاح این جریان مبارک شکل گرفت و اساس و بنیادها و مقدماتی از او گذاشته شد. حرکت جهانی اخوان المسلمین به رهبری امام حسن بن شهید تلاش کردند تا بعد از اینکه در مصر اساسات جریان و بنیاد را اساس گذاری کردند، نتیجه به این شد که تا جریان در همه کشورهای اسلامی فراگیر شود و ریشه بدواند. یکی از کارهایی که امام حسن بن شهید رحمه الله تلاش کردند امو بود که توانستند یا بخشی از نمایندگی اخوان المسلمین در فلسطین اساس گذاری و بنیان گذاری بکنند، که در واقع با رفت آمد و تبادل نظر برخی از جوانان فلسطینی که اینا به دانشگاه های مصر آمدن و تحصیلات و تعلیمات را در مصر فرا گرفتن، یا از جریان اندیشه اخوان المسلمین متاثر شدن. و باز ما احسای سای امام حسن بن شهید خود یزور اسمن به اصطلاح به فلسطین سفر کردن و امی بود که احسای استا در فلسطین یا نمایندگی های خود را در شاخه های خود را در ولایت های مختلف فلسطین اساس گذاری و بنیان گذاری کردند، که سرانجام همه زحمت ها و حرکت ها و انجمن ها و اتحادیه های اسلامی آهسته آهسته از سال 1980 و این طرف منتج به تشکیل یک جریان جدیدی به نام حرکت اسلامی حماس. به اول لحاظ حرکت اسلامی حماس هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ تنظیمی جزی از شاخه اخوان المسلمین محسوب می شود و جزی از برنامه های اخوان المسلمین می باشد که اساس روی کرد و طرز عمل و به اصطلاح اساس برنامه از اون به محور منهج اخوان است. بله استاد، برخی کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی حماس یک گروه تروریستی می دانند. در آخرین سفر خودم بن سلمان به آمریکا که داشت اونجا هم اخوان گروه تروریستی یاد کردم حماسه. چرا کشوری به مثل سعودی که قلب کشورهای جهان اسلامی هست میایه حماسه میگه گروه تروریستی؟ با تاسف باید بگویم که در آخر موقف همه کشورهای غیر اسلامی و اسلامی در خصوص قضیه اخوان المسلمین یکسان بوده. با تاسف امروز همه جریانهای غیر اسلامی و جریانهای سکولر و کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ایتالیا، عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی
امروز همه از کمر بسته کردن به خاطر چگونگی بدنایی محو خانم مسلمه. بدون شک حرکت اسلامی حماس از جمله تاثیرگذارترین نهضت ها و حرکت ها در به اصطلاح کشور فلسطین محسوب می شود. و حرکت اسلامی حماس همونطور که خودی از زبان می کنن رابطه تنگاتنگ و نزدیک با همه کشورهای اسلامی دارن. هر کسی که به خاطر آزادی ملت فلسطین با حرکت های اسلامی و جریان های اسلامی دست دوستی دراز بکرد از جمله با حماس، حماس دستی از او را می فشارد و از او حمایه و پشتیبانی می کند. بله. به اول حاضر یکی از کشورهایی که رابطه تنگاتنگ و نزدیک با حماس دارد جمهوری اسلامی ایران است. بله. جمهوری اسلامی ایران کشیدگی ها و تنش های زیادی را تاریخی را با کشور عربستان سعودی دارد. عربستان سعودی یکی از جمله همپیمان های ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. و شما دیدین که سالهای گذشته اتحادیه اروپا نیز حرکت اسلامی حماس را خصوصا شاخه نظامی از الدین قسام را در بخش جریان های تروریستی لیست سیاه قرار دادن که قرار از این وقتا پس دوباره از لیست سیاه بیرون شود. از اون لحاظ عربستان و سعودی هم بنابر مشترکاتی که با ایالات متحده آمریکا دارن و در این آخر باید بگوییم که بیشرمانه و بیننگانه چندین کشور عربی پیمان دوستی بسته کردن با اسرائیل و اسرائیل به رسمیت شناختن. بدون شک حماس هم از این قضایا بیرون نیست و در این قضایا داخل است. به اول لحاظ عربستان سعودی با مرور کرده به اصطلاح غیر منصفانه و غیر انسانی که دارد و پیمان دوستی که با کشور غاصب بسته کرده است، از جمله حرکت اسلامی حماس را هم به اصطلاح کمر دشمنی را با ایشان بسته کردین و به خاطر از اینکه رابطه نزدیک با ایران دارن. یکی بود قصه ای است که اینا رابطه تنگ و تنگ و نزدیک با جمهوری اسلامی ایران دارن. مسئله دیگه ای که حرکت اسلامی حماس در قضیه سازش با کشور اسرائیل هیچگاه چراغ سبز نشان نداده است و یا باورمند به این که فلسطین خاک مستقل فلسطینی ها و میراث و موقف های مسلمان هاست، به هیچ صورت ما خواهان معامله و سر سازش با کشور اسرائیل نیستیم. از او حاضر طرف دیگه از که به اصطلاح فتح هست و جریان خودگردان فلسطین است یا تقریبا رویش نرم و به اصطلاح مسالمت آمیز را با اسرائیل دارن و چندین پیمان ها را با اسرائیل بسته کردن و از جمله پیمان اصلو را با اسرائیل امضا کردن و اسرائیل به یک کشور غاصب در خاک مسلمان ها در فلسطین قبولاندن و پذیرفتن. از او لحاظ اما یک سلسله اختلافات با خود جریان های اسلامی در داخل فلسطین هم دارد. به اول لحاظ عربستان سعودی نسبت به حماس رابطه نزدیک یا نرمی با فتح دارن، با جنبش خودگردان فلسطین به رهبری مأمون عباس دارن. از اول لحاظ تقریبا که با اما اهداف عربستان سعودی در تکر است و در تج است و هرگز با اینا نمیخواهند که موافقه برسن یا اینا را کمک و همکاری بکنن. اخوانی بودن حماس هم میتونه که یک جرم باشه دیگه، یک جرم محسوب شد. اما طوری که شما شاهد بودین که در خصوص به اصطلاح سقوط نظام محمد مرسی شهید هم عربستان سعودی از جمله کشورهایی بودن که اینا به اصطلاح سرمایه گذاری کردن و تبلیغات کردن و همکاری کردن در سقوط اخوان مسلمین در مصر. همچنان بدون شک عین موقف را در قضیه حماس هم دارن و به امور روی کرده به اصطلاح منصف غیر منصفانه خود را در خصوص حماس هم دارن. استاد، از موضوع روابط ایران و حماس یادآور شدین، جا داره که در این مورد هم بپرسم که روابط حماس با ایران چگونه هست؟ در یه آخر بنابر برخی گزارشاتی که از رسانه های ایرانی و عربی پخش شد، رابطه حماس با ایران به تیرگی گرایده بود. بنابر برخی ملاحظات و اختلافاتی که در بین فتح و در بین جنبش خودگردان فلسطین و جهاد اسلامی وجود دارد، یک سلسله کشیدگی های در بین رابطه حماس و ایران به وجود آمده بود. البته این اختلافات مقطعی و زمانی بود، برای همیش نبود. یک بود قضیه ای است که ایران سالهای سال می شود که تحت فشار شدید تحریم های امریکا قرار دارد و این بدون شک بالا اقتصاد ایران تاثیرات منفی را گذاشته است و این باعث می شود که میزان کمک ها و همکاری های ایران که گفته می شود با حماس دارد کاهش پیدا بکند. از این لحاظ این قضایه هم بعید نیست که در چگونگی رابطه حماس با ایران وجود داشته باشد، ولی اختلافات را طوری که ما آگاهی داریم و معلومات داریم، این اختلافات یک اختلافات مقطعی بود. بعد از سفر به اصطلاح نماینده رسمی حماس اسماعیل هنیه که به ایران داشتن، دوباره اختلافات برشیده شد و گفتن که ما به یک اتحاد کلی رسیدیم، هیچ گونه اختلافی
با ایران بعضی وجود ندارد و یک رابطه جدید و فصل جدیدی در رابط ایران و حماس ایجاد شد، خصوصا با آمدن به اصطلاح مرشد دیگه یا رهبر دیگه حماس به نام شینوار سینار. بله استاد، بیاین در این موضوع روابط کلی، روابط خارجی کلی حماس با کشورهای اسلامی رو بحث بیاریم که در کل با کشورهای اسلامی روابط خارجی حماس چگونه است؟ حرکت اسلامی حماس همونطوری که در فلسطین خواهان تفاهم با همه جریان های فلسطین است و یکی از اهداف حماس را تشکیل میداد و اینا توقع دارن و پیشنهاد یزیا به جریان های فتح، حرکت خرگردان فلسطین و جهاد اسلامی می بوده است که ما با اتحاد اتفاق میتونیم که در برابر دشمن مشترک خود صهیونیسم برزمیم. از اول از همیشه وقت دست دوستی را با جریان های داخل فلسطین دراز کرده است و باورمندی از یایی است که باید همه جریان های اسلامی در فلسطین در خصوص دشمن مشترک یک طرف شوند و دست هم را بفشارند. به مول حاض حرکت اسلامی حماس باورمندی به این دارد که فلسطین یک کشور عربی نی، بلکه یک سرزمین فلسطینی، یک کشور اسلامی و میراث مسلمان هاست. بله. و این نقطه مشترک همه کشورهای اسلامی محسوب می شود. به اول حال باور یزیایی است که همه کشورهای اسلامی باید در خصوص قضیه فلسطین نقش خود ایفا بکنه و در برابر دشمن مشترک صهیونیسم باید یک پارچه و متحد شوند. به اول حال باور یزیایی است که کشورهای اسلامی بار بار اسماعیل هنیه، خالد مشعل و همچنین زمان مرحوم شیخ مثلا شیخ بزرگوار، بله، بنیانگذار حماس شیخ یاسین، استاد یاسین رحمه الله، اونا هم به اصطلاح پیشنهادات را کردن و سفرهای به کشورهای اسلامی داشتن تا ای که حمایه کشورهای اسلامی را با خود جلب بکنن و به اصطلاح از نفوذ کشورهای اسلامی، از قدرت کشورهای اسلامی، از همکاری مادی و معنوی کشورهای اسلامی به نفع کشور فلسطین و مردم فلسطین استفاده بکنن. از اول لحاظ هر کشوری که با حماس و جریانهای اسلامی دست دوستی دراز بکند و او را به جبین باز میپذیرن و از او استقبال میکنن، مثل کشورهایی که فعلا مثل ترکیه و مثل ایران و سایر کشورهایی که با حماس رابطه نزدیک دارن بنابر همکاری های دینی و مشترکات اسلامی. به اول لحاظ حماس با هیچ کشوری به اصطلاح سر مخالفت ندارد و بجز کشوری که طرف کشور غاصب قرار بگیرد و از موقف مردم مظلوم فلسطینی ها چشم پوشی بکنند، از اول لحاظ حماس بدون شک به او روی کرده دیگه دارد و به او کشور مقاطعه میکنند. استاد، نقش حماس در حکومت داری فلسطین چگونه است؟ خصوصا روابطش با فتح یا روابطش با تشکیلات خودگردان فلسطین؟ بله، سالهای 2006 روی کرد سیاست داخلی حماس تغییر کرد. خوشبختانه که از سال 2006 به این طرف موقف حماس تغییر کرد و از روی کرد تنظیمی و جهادی به روی کرد سیاسی هم روی آورد. و خوشبختانه که در سال 2006 بیشترین چوکی‌های را در نوار غزه از آن خود کرد و در انتخابات که در غزه برگزار شد موفقانه پیروز شد و کامیاب شد. به اول لحاظ حرکت اسلامی حماس بعد از سال 2006 به این طرف باعث یک جریان تاثیرگذار و یک دولت ساز مبدل شد و بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد. از این لحاظ در اینجا یک سلسله توطئه های صهیونیسم هم پشت پرده بود، میخواستن که حماس را با فتح و با جریان خودگردان فلسطین به اصطلاح در تکر واقع بسازن و اینا را به اصطلاح درگیر هم بسازن تا اینکه خود ازی از این فرصت ها استفاده بکنن. ولی با مو هوشیاری و زیرکی که رهبران و مسران حماس داشتن، آیسته آیسته دست های مغرضانه کشور صهیونیسم را قطع کردن. البته هیچ اختلافات تا هنوز هم پابرجا است که همونطوری که شما شاهد هستین که حماس روش نظامی دارد، روی کرد نظامی دارد و باورمندی از این است که فلسطین باید از راه نظامی حل شود و هیچ گونه سازگاری سیاسی را قبول نمیکند. به مون خاطر پیمان هایی که جریان فتح و حرکت خودگردان فلسطین امضا کرده است به رسمیت نمیپذیره. همین نقطه اختلاف به اصطلاح حرکت اسلامی حماس و جنبش خودگردان فلسطین است که اونها بیشتر بر روی کرد سیاسی و دیالوگ و به اصطلاح مذاکرات باورمند هستند. حماس این قضایه را نمیپذیرد و باورمندی از این است که جز ضیاع وقت و امتیاز دادن به کشور اسرائیل خاص به اسرائیل دیگه هیچ گونه مذاکرات و صلح نتیجه نخواهد. به اول لحاظ یک قضیه دیگه است که حرکت اسلامی حماس باورمند است که راه حل فلسطین جهاد مسلحانه نظامی و تشکیل یک حکومت اسلامی مبتنی بر ارزش ها و عقاید و مبانی اسلامی است. بله. در حالی که طرف مقابل که
جنبش خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس است، یا باورمندی به دارم که از رای حکومت سکولارستی ما میتونیم که به قدرت برسیم و بیشتر روی کرد یا رویه نظام سکولارستی دارم. به این خاطر این نقطه اختلاف دیگه هم است که تانیس پا برجاست. خب خوشبختانه در این آخر حرکت اسلامی حماس و جریان خودگردان فلسطین به توافق نظر رسیدن و قرار است که برن به سوی انتخابات، و انتخابات هم عواملی از این که انتخابات به تعویق افتیده است و نمیشه برگزار شد، همین اختلافات داخلی به اصطلاح جنبش اسلامی حماس و حرکت خودگردان فلسطین و فتح هست که اینا موفق نشدن تانوس که به سوی انتخابات برن، ولی مطالعه که ما کردیم در آخر به توافقات نسبی رسیدن که به خاطر ایجاد یک دولت مشترک خواهد شد. استاد بزودی اگر اختلافاتی از جا به پایان برسد و یا بتونن که به یک نتیجه ملموس برسن، یک اختلاف جدید بینشون ایجاد شده، موضوع سازش دوباره سرگیری سازش توسط خودگردان با اسرائیل که حماس ایرا جدا رد کرد و ایرا گفت که خلاف تمام اصول و ارزش های کشورشون است. چقدر میتونه این تاثیر داشته بالا انتخابات؟ قضیه خود در اساسنامه حماس تذکر داشته است که هیچ گونه روی کرد سیاسی و دیالوگ و صلح را با اسرائیل نمیپذیرد و هرگز از یک واجب خاک فلسطین یا بارمند هستند که ما تا آخرین نقطه میرزمیم و از این قضیه ما هیچ گونه به تفاهمی با اسرائیل نمیرسیم. یک نقطه اختلاف از جا همی است، خود تا حد جریان خودگردان فلسطین به این باورمندی رسیدن که آله او حماس گذشته نبود که در حد یک گروه که سیاسی و جهادی باشد، امروز به یک قدرت منطقوی، به یک قدرت نظامی، به یک قدرت سیاسی تبدیل شده است و بیشترین کرسی ها را اینا از خود کردن، بر علاوه ای که امروز یگانه چشم امید مردم غزه و فلسطین و جریان حماس وابسته است و جوانان بیشتر امید چشم آینده امید از یا حماس بوده است و بایی باورمند هستند. این جایگاه اجتماعی و سیاسی خود را یا در فلسطین نسبت به جریان خود کردن فلسطین باز کردیم. استاد روی کرد جهادی و مبارزه حماس چقدر تانسته که علیه اشغال مؤثر بوده باشد؟ از سالهای بعد از اینکه حملات بیرحمانه نظام غاصب صهیونیسم بر نوار غزه و سایر نقاط فلسطین آغاز شد و کشتارهای زیادی از طرف از این صورت گرفت، تعدادی از منازل مسکونی فلسطینیان ویران شد، تعدادی کشته و زخمی دادن و در مسجد الخلیل تعدادی از مسلمان ها در نماز به قتل رساندن، چندین کارگرای فلسطینی را یا بسیار در خاک اسرائیل از بین بردن. روی کرد حماس از زمان تشکیل سال 1987 به این طرف تغییر کرد. خوشبختانه از سال 1992 به این طرف که شاخه نظامی حماس به رهبری عزالدین قسام شهید تشکیل شد، اینا به اصطلاح به این باورمندی رسیدن که یگانه راه حل بحران فلسطین جز جهاد مسلحانه و قربانی و پیکار مستمر و دوامدار راه حل دیگه ندارد. از اون لحاظ یا از اون زمان تصمیم گرفتن که در برابر اسرائیل گزینه نظامی را انتخاب بکنن و خوشبختانه عساکر فدایی و جان فدایی که آنهایی که روی خود را با خدا معامله کردن، دستاوردهای چشمگیری را در عرصه سیاسی و نظامی در فلسطین ایفا کردند و خواب را از چشم صهیونیسم پراندن و یا دستاوردهای بزرگی را در نتیجه عملیات شهادت طلبانه، عملیات فدایی، مینهای کنار جاده، تیرهای موتر، بمهای دستی و هر گونه ابزاری که یا امکانات داشتن از او استفاده کردند، خصوصا در انتفاضه اول، و توانستن که ضربات کوبنده را به اصطلاح بر پیکر ارتش اسرائیل وارد بکنن. استاد خیلی خلاصه کوتاه برمو بوین که به عنوان آخرین سوال، آینده حماس چگونه ارزیابی میکنین؟ اما طوری که شما شاید هستین که حماس باعث یک جریان تاثیرگذار در فلسطین عرض اندام کرده است و خوشبختانه دستاوردهای بزرگی داشته است و این خار چشم است برای کشورهای استعمارگر، به خصوص کشور غاصب اسرائیل. بدون شک که توطئه های وجود دارد تا چگونه بتوانند صد رای فعالیت های حماس و ای جریان را ریشکن سازند. ما طوری که از رسانه ها خواندم که قرار است که شورای امنیت اسرائیل فیصله کردن که تا عملیات جدید را بر علیه ارتش 300 نفری حماس را اندازی بکنن و چگونه بتوانند که ارتش فعال مجهز فدایی را از پا درآورند. ولی باور ما این است که امروز یگانه چشم امید ملت فلسطین حماس بود و بدون شک پشتیبانی مردمی فلسطین روز به روز از حماس افزایش پیدا می کند و ما به این باور یقین داریم که حماس باعث چراغ و فروزان در آینده آسمان فلسطین نقش مهم را ایفا خواهد کرد و آینده انشالله که از آن حماس است
و از آن حق نه. است، چنانچه که دستاوردهایی هم داشتیم و چشم امید کشورهای اسلامی خصوصا مردم فلسطین تنها هم ماست. تشکر، خیلی ممنون استاد گرامی. استاد فضل رحیم رحیمی، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل، ممنون که به ما فرصت دادیم استاد. سلامت باشید. تشکر. خب بیننده های عزیزی بود برنامه اسلامی نرای که تقدیمتان شد. تا هفته بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم. الله نگهدارتان.